حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. رودریک کیسوتر، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان. حمایت آلمان و اتحادیه اروپا از جامعه مدنی ایران بسیار کم است. آنها فاصله بسیار کمی با رژیمی دارند که بر شکنجه، قتل و خشونت جنسی متکی است. باید به شدت فشار را افزایش داد. سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد. تحریم‌ها علیه اعضای رژیم اعمال شود. شارون کلاینبام، کمیسر کمیسیون آزادی مذاهب بین‌المللی آمریکا. اذیت و آزار ایرانیانی که خواستار پایان دادن به قوانین اجباری حجاب هستند، محدودیتی مبتنی بر محتوا در آزادی بیان است که آزادی مذهب یا عقیده را نقض می‌کند. اریک اولاند، کمیسر کمیسیون آزادی مذاهب بین‌المللی آمریکا. سرکوب اراده مردم ایران برای آزادی مذهب یا عقیده را تضعیف نخواهد کرد. ایالات متحده و دولت‌های همفکر باید حمایت کامل خود را از معترضانی که به طور مسالمت‌آمیز حقوق خود را تحت قوانین بین‌المللی بیان می‌کنند، اعلام کنند. سناتور مارکو روبیو، عضو مجلس سنای آمریکا. این لیست‌گذاری‌ها که یک شبکه دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار می‌دهد، مدت‌هاست که به تعویق افتاده است. ایالات متحده و متحدان دموکراتیک باید در برابر هر نهاد یا فردی که به سازمان‌ها یا عملیات تروریستی ایران کمک می‌کند، مانند حماس و حزب الله محکم بایستند. عفو بین‌الملل ایران. میلیون‌ها دانش آموز دختر در بحبوحه حملات گازی که به طور عمدی مدارس دخترانه را هدف قرار می‌دهند، در معرض خطر هستند. مقامات ایران در بررسی کافی و پایان دادن به حملات ناکام ماندند و علائم را به عنوان استرس، هیجان و یا سرایت روانی رد کردند. سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. از تحریم‌های امروز علیه شبکه پهپادی ایران استقبال می‌شود، اما بایدن باید کارهای بیشتری انجام دهد. ما باید بازدارندگی را احیا کنیم، اطمینان حاصل کنیم که شرکای ما می توانند برنامه هسته‌ای ایران را از روی میز بردارند و به توافقی بر سر آنچه که به منزله بازگرداندن تحریم‌ها در سازمان ملل است برسیم. سناتور باب منندز، عضو مجلس سنای آمریکا. یک حمله شنیع دیگر علیه زنان در ایران. رژیم همچنان خشونت علیه شهروندان خود را تایید و حتی تشویق می‌کند. سناتور رابرت توریسلی، عضو سابق مجلس سنای آمریکا. رژیم شکست خورده آخوندی در تهران، هدفش با احیای تصویر توخالی رضا پهلوی منحرف کردن از آن است. موج فزاینده نارضایتی مردمی در خیابان‌های ایران نه پهلوی بی‌اعتبار بی‌رحم گذشته را می‌خواهد و نه دیکتاتوری مذهبی کنونی را.